بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری باشه. امروز 4 آبان ماه 1394 هست و برابر است با 26 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. هفته پیش بهتون گفتم که با یکی از دوستان بسیار جوان از سوئد صحبت کوتاهی خواهیم داشت. متاسفانه چون این دوستان ما امکاناتشون خیلی کمه، خیلی هاشون فقط با همون تلفن‌های دستی، کامپیوترهای خیلی کوچولو تماس میگیرن و اینها، گفتیم برای که این کار انجام بشه ایشون لطف کنه و یک ویدیویی رو ارسال کنه. زحمت کشید این کار رو انجام داد و ما بارها گفتیم این برنامه اسمش هست پناهجویان رو دریابیم و برای دریافتن این پناهجویان هر کدوم از ما به نسبت اون امکاناتی که داریم، به قول معروف با قدمی، با قلمی، با درمی این دوستان رو کمک کنیم. مخصوصا اگر شما خودتون هم پناهجو بودید و حالا پناهنده هستید و زندگی های خوبی دارید در کشورهای دیگه و احتمالاً اینجا و اونجا حاضر نیستید حتی بگید پناهنده بودید، به فکر اون موقعی که اونجا بودید، اون حالت برزخ در انتظار بودن، حتی بعضی وقتا بدون اقامت، بدون ویزا زندگی کردن، همش با ترس و وحشت و اینها و نگرانی از اینکه پلیس یا اداره مهاجرت شما رو دستگیر نکنه. در صورت این دوستان این مشکلات رو دارن. با هم بشنویم پیام کوتاه این دوستمون رو، آقای امیر حسین عبدی فرد که از دوستان جبهه آزادی خان هستند. و همینجا تشکر میکنم از آقای عیسی علی پور و دیگر دوستان که این جوانها رو کمک میکنن. با هم بشنویم و برنامه امروز رو پی میگیریم. آزادی خواهان و مردم ستمدیده ایران، ما بدون مشارکت سیاسی همگانی نخواهیم توانست استبداد حاکم بر ایران را به عقب برانیم. یکی از بنیانی ترین پایه های نظری ما آزادی خواهان کثرت گرایی است و ما بر این باوریم که با نگاه سکتریسم فرقه‌ای هرگز به عدالت و برابری نخواهیم رسید. برای رسیدن به یک حکومت دموکراتیک همکاری و همدلی لازم است. جبهه برای رسیدن به فضای باز سیاسی از همه نیروهای دموکرات و آزادی خواه برابری طلب تقاضا دارد از کینه‌های سیاسی دوری جویند و به مخرج مشترک بیاندیشند تا بتوانیم بر سر حداقل‌های ممکن در یک جبهه واحد ضد استبدادی قول استبداد را به عقب برانیم. زنده باد اتحاد، نابود باد استبداد. امیر حسین عبدی فرد. خب بسیار ممنون از این دوستمون و ممنون از شماها. اگر امکان داره، میتونید، جای هستید، شغلی دارید که این دوستان رو کمک کنید، حمایت کنید. اگر وکیل هستید، احیانا یه روزی رو در هفته یا یه روزی رو در ماه، 2-3 ساعتی رو به کار این دوستان، به اشکالاتی که ممکنه داشته باشن برسید و باعث بشید که یه وقت اینها با انجام اشتباهات این شرایط و وضع خودشون رو به اصطلاح سخت‌تر از این که هست نکنن. آقای امیر حسین عبدی فرد پناهجو هستند و از جبهه آزادی خواهان ایران. خیلی از این دوستان لطف میکنن وقتی که قبول میشن ما رو هم در به اصطلاح اون شادی قبول شدن خودشون سهیم و شریک میدونن و به ما خبر میدن. ما هم به شما میگیم که اینها قبول شدن و از این بابت از دوستان ممنون و متشکر هستم و بهشون تبریک میگم. ولی یادشون باشه ما افرادی داشتیم که وقتی آمدن در همین تلویزیون گفتن ما اگه قبول بشیم اصلا دیگه عمرمون رو به اصطلاح میذاریم در این راه. من همون موقع بهشون میگم که شما قول بزرگ ندید، سنگ بزرگ بر ندارید که بتونید انجام بدید. بگید من تلاش میکنم، مثلا هفته یه روز تلاش میکنم، ماهی یه روز به اصطلاح خدمت کنم به دیگر دوستان، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی که پناهجو هستن در اون کشور. این هم به اصطلاح ماجرایی که بعضی از این دوستان اون موقع توی
شور حسینی هستن، قول و وعد و وعیدهایی میدن که بعد هیچ کدوم به اصطلاح انجام نمیدن. خب بذارید ببینیم که ما این وسائل و نوشته ها رو درست گذاشتیم اینجا. بله، دوشنبه 4 آبان هست. اجازه بدید تبریکی داشته باشیم به دوستانی که هنوز هم تولد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر رو جشن میگیرن، و همینجا ازشون سوال کنیم آیا تولد پدر بزرگتون رو هم جشن میگیری؟ تولد پدر بزرگی که فوت شده، تولد پدری که فوت شده جشن میگیرید یا نه؟ و اگر این کار رو انجام میدید بهتر نیست که در این روز اقلا فکر کنید یا از خودتون بپرسید حالا که شما طرفدار پادشاه هستید چه کاری برای اون پادشاهی شما انجام دادید یا امسال چه قدمی خواهید برداشت. خب خیلی ممنون و متشکر از این دوستمون سعید، و ببینیم که چیه. بله خیلی ممنون. بله این دوستمون همین راجب 4 آبان گفته، ایشون هم تبریک گفته. یه نفر از شماها که با مرده ها هم تماس دارید لطف کنید به شاهنشاه آریامه تولدش رو تبریک بگید. راستی اگر زنده مونده بود این بنده خدا فکر کنم 94-5 سالش بود، چون دوقلو هست با اشرف. ولی زنده بودن اشرف رو شما ترجیح میدید یا مرگ محمد رضا پهلوی شاه ایران به اون صورت؟ من خودم امیدوارم اگر روزی به اصطلاح مرگم فرارس برسه خیلی زود و سریع و بی درد و اینها باشه، از اینکه به اصطلاح روی صندلی چرخدار یا روی تخت بیمارستان زج بکشیم و دلمون خوش باشه که ما زنده هستیم، نه هوش و نه حواس. من به اصطلاح دنبال اون نوع از دنیا رفتن نیست. و اما میدونید این روزا هر کسی میتونه یه وبسایتی باز کنه و خودش رو رادیو، تلویزیون، روزنامه، نشریه، مدیا، رسانه اسم بذاره و شهر آزاده. حالا نمیخوایم بگیم شهر هرته، ولی در این میون یه وبسایت هایی هم هست که میان و شکل شمایلی دارن و اینها، نوشته که آمد نیوز. آمد نیوز، آمدش فارسیه، نیوزش انگلیسیه، میشه نمیدونم آگاهی مبارزه دموکراسی. من الان میخوام ببینم این آگاهی و مبارزه دموکراسی کجاش ربط داره به این که یه کارگردانی، اونم چقدر اینو غلط نوشتن، چقدر بد نوشتن. یه کارگردان مشهوری، فقط تو رو خدا دوستان نگاه کنید، اینا مسئول میدونن خودشون رو، روزنامه نگار میدونن، مسئول رسانه میدونن. ببینید نوشته در تهران اتفاق افتاد دوشنبه، اینجا نوشته 20 مهر 1394، تجاوز به عنف یک کارگردان مشهور سینما به یک کارآموز بازیگری. یک کارگردان مشهور سینما ایران در تجاوزی آشکار به حریم خصوصی یک هنرجو وی را مورد آزار و اذیت قرار داد. بنا به گزارش ارسالی به آمد نیوز، کارگردان مشهور سینمای ایران بهرام ب، وقتی میگه بهرام ب، منی که اینجا نشستم مثلا بهرام بیزایی رو میشناسم. پس از ولی ببینید اگر کسی دادگاه رفته، اینفورمیشناش الان پابلیک، مدارک عمومیه، دیگه چرا مینویسید بهرام ب؟ و بعد ببینید با چقدر نادانی این فامیل رو میگه تو خبر. بنا به گزارش ارسالی به این آقای احمد نیوز، بهرام ب پس از تجاوز به عنف به دختری 19 ساله با پرونده قضایی تحت اتهام تجاوز به عنف روبرو شده است. عارفه عین 19 ساله و اهل خوزستان، مدتی است که برای تحصیل در رشته حسابداری به تهران آمده و در خوابگاه دانشجویی سکونت دارد. وی همزمان در کلاس‌های آموزش بازیگری امین تارخ ثبت نام کرد و آقای بهرام ب کارگردان مشهور سینما ایران. اگه کسی مشهوره دیگه شما لازم نیست فامیلیشو فقط به اختصار ب بنویسید.
در این کلاس ها از وی دعوت به همکاری کرد. آقای بهرام ب عنوان کرد که قصد دارد از عارفه به عنوان نقش اول فیلم خود استفاده کند. با این حرب وی را به دفتری در خیابان سعادت آباد تهران کشاند و پس از تجاوز به عنف عمل قبیح خود را انجام داد. کسی میتونه برای من بگه این چیه؟ پس از تجاوز به عنف عمل قبیح خود را انجام داد. عارفه نیز مستأصل به پلیس مراجعه کرد و پرونده ای را علیه وی تشکیل داد. پرونده ها را هم اینجا 1 و 2 و 3 آمد نیوز عکس گرفته و برای شما گذاشته اینجا. حالا اینا از اینجا جالب میشه. میگه که گفته میشود آقای بهرام ب پس از اطلاع از شکایت قضایی و رهایی از بازداشت به انواع مختلف نسبت به تهدید این دختر 19 ساله اقدام کرده تا از شکایت خود صرف نظر کند، تا جایی که 2 تن از بازیگران سینمای ایران نیز وی را در این مسیر همراهی می‌کنند. بنابر اهمیت موضوع خبرنگار آمد نیوز به سراغ یکی از مطلعان این پرونده رفته و شرح ماجرا را از زبان وی جویا شد. دیدید این اسلام مشکلش به غیر از آیه های قرآن و پیغمبر و اماما حدیث هست. حدیث یعنی نقل قول. یه نفر میگه آقا من شنیدم یه ماشینی اونجا تصادف کرد 26 نفر کشته شدن. طرف میگه آقا مگه اتوبوس بود؟ میگه نه ولی به من گفتن 26 تا تو ماشینه بودن. خب حالا این آقای آمد نیوز، چون من نمیگم خانم آمد نیوز، چون معمولا خانما حماقتشون مثل ما آقایون نیست که یه همچین رسانه ای رو باز کنن خبر اینجوری بنویسه. آقای آمد نیوز رفته پرسیده از اون شخصی که مطلع است، شما از کی در جریان این تجاوز قرار گرفتید و عکس العملتان نسبت به این اقدام چه بود؟ من زمانی که عارفه را در شرایط روحی بدی دیدم حالش را جویا شدم، حدود 2 ماه پیش، و در خلال جریان دادگاهی شدن متوجه این اتفاق شدم. شوکه شدم و طبیعتاً خیلی ناراحت. اینم باز پرونده های دادگاه 3 صفحه گذاشتن. حالا اینجا، آیا خانواده دوست شما در جریان این اقدام هستن؟ یعنی کی؟ یعنی خانواده عارف همون خانومه؟ این چی شد؟ از کسی که مطلع بود یه دفعه سوال میکنه آیا خانواده دوست شما در جریان این اقدام هستن؟ چه اقدامی برای پیگیری این کار انجام دادن؟ یعنی دختره به پدر مادرش یا خانوادهش گفته یا نگفته؟ طبق گفته خودش کاملا در جریانن و در زمینه پیگیری شکایت او حمایتش میکنن. آیا قاضی پرونده در روند رسیدگی به شهرت آقای بهرامیان، دوستان این همون بهرام ب بودا، حالا ببینید این با حماقتش، آیا قاضی پرونده در روند رسیدگی به شهرت آقای بهرامیان توجه کرده است و روند رسیدگی به این پرونده را به تأخیر انداخته است؟ خیر، ظاهرا شهرت آقای بهرام ب، دوباره ببین اون میگه بهرامیان، این طرف حواسش جمع‌تره، در روند قضاوت تأثیری ندارد و مرحله تحقیقات به خاطر طولانی شدن جواب آزمایش دی ان ای به تعویق افتاده است و پرونده در حالت احتیاط است. عکس العمل آقای بهرامیان نسبت به این شکایت قضایی چه بوده است؟ دوستان اینا نشریه من و شما هستن. حالا بعد خودتون اگه خواستید برید بخونید اینو. این آمد نیوز نباد باشه قربون، این درآمد نیوز باید باشه. مثل روزنامه که بعضی هاشون روزینامه هستن، من فکر کنم اینم شما اسمشو قشنگ بذار درآمد نیوز، یعنی هم خبر رو در میاد هم یه درآمدی هم برای شماست. دوستان اینها نشریات من و شما هستن، من و شما میشینیم که اینا بیان خبر بهمون بدن و خوشحال بشیم و برای هم دیگه بگیم و تو مهمونی ها هم پخش کنیم. این هم از این. و اما حالا بریم سراغ روزنامه‌های اصلی ایران که دیگه اینو خود دولت یا به اصطلاح مقربین نزدیک دولت، چون اگه شما مقرب و تافته جدا بافته نباشی فکر نمی‌کنم اجازه بهتون بدن که روزنامه چاپ کنی. آرمان امروز دوشنبه 4 آبان
گفته آمدن سید حسن قطعی است با سوال، علامت سوال. فرمان حضور مرد خاکستری موسوی خوینی ها، تحقیقات محلی برای احراز صلاحیت کاندیداها، کارشکنی سیاسی برای محیط زیست، سهام عدالت در دست 250 مافیا و خانم آذر منصوری هم در گفتگو با این نشریه گفته که سیاست در انحصار مردان نباشه. بریم آفتاب یزد. میگه که لغو تحریم های نفتی، این رو معاون امور بین‌المللی وزیر نفت خبر داده که لغو تحریم های نفتی ایران تا 2 ماه آینده. و اما اینها هم دوربر این نمایش های آقای دونالد ترامپ رو گرفتن و نوشتن که در صورت روی کار آمدن ترامپ، جمهوری خواه بررسی کرد که ریگانیز شدن کاخ سفید بلای جان برجام، علامت سوال، علامت تعجب. یعنی نداره به شما میگه، نداره ازتون میپرسه، همینجوری گذاشتنتون، به قول آمریکایی‌ها میگن هنگینگ در، همینجوری معلق آویزونی. و چرا جک استرا در تاسوعا به شیراز سفر کرده؟ لابد دیده جای دیگه سینه‌زنیه، ولی شیراز مردمش در حال خوشگذرونی، یعنی هم گفته برم اونجا. ابرار، باز این هم مال دوشنبه است، پیشنهاد 10 میلیون دلاری ترکیه‌ای ها به حسین رضازاده حقیقت نداشت. بعد از 14 سال رئیس فدراسیون وزن برداری فاش کرد. اینی که میگه باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است، میبینید خبرهای مهم ما در روزنامه ها بعد از 14 سال که دیگه این آقای حسین رضازاده که وزن بردار بوده، احتمالاً حالا چند تا مرض قلب و کمر و فلان و اینها هم گرفته، حالا اینها اومدن در رابطه با شایعه ای که قرار بوده یه پولی به این بدن ببرنش توی تیم ترکیه، داره صحبت میکنه. ابرار اقتصادی نوشته که شرط جدید ایران برای همکاری با غول‌های نفتی جهان. والا تا اونجایی که ما شنیدیم، وقتی یه کسی قوله، شرط و قول میذاره، شرط و من و شما که آدم و کوچولو هستیم نمیذاریم. اب نداره، روزنامه های ایرانه دیگه، نشریه های ایرانه. خب بی اخلاقی در محرم اخلاق، حالا یا بی اخلاقی در محرم اخلاق، من نمیدونم. بی هنری با هنر، دیروز یکی از دوستان برای من یه نواری فرستاد که آقای بنی‌صدر توش سالها پیش توضیح میده درباره حکم اعدام فرخ‌روی پارسای و اینکه ایشون میگه که به خمینی نامه نوشتم چون خمینی جواب تلفن رو نمیداده و توی اون ایامی هم که هر وقت ما کارش داشتیم احمد خمینی هم غیبش میزده، نامه نوشتیم و نامه رو با آمبولانس فرستادیم زندان و فرستادیم اونجا و اینا که آقا نکنید، مگه شما نگفتید که بخشش و الیوم یوم المرحمه و فلان اینها، ولی اونها کشتن این رو. دوستان حواستون باشه، میگه که دلیل کشته شدن فرخ‌رو پارسا این نبوده که این وزیر آموزش پرورش بوده، به گفته بعضی ها دخترهای مدرسه ای رو برای شاه می برده، مگه شاه احتیاج داشته به این؟ که بگذریم، آقای بنی‌صدر فیلم قذافی رو ببینید، قذافی نادان میرفته تو مدرسه دخترونه، خودش اونجا بعض انتخاب میکرده، بعد این بدبختای مسئولین باید میمدن اینا رو برمیداشتن میبردن. فیلم مستندش هست. اونایی که مریض میشن، اونایی که جنون سکسی دارن، به این قناعت نمیکنن که خب آقای اردشیر زاهدی که برای ما نمیدونم جا اندازی میکنه و خانم میاره و الیزابت تایلور میاره و اینو میاره و اونو میاره، هی پاشون رو فراتر میذارن و بیشتر و بیشتر. این از این برای آقای بنی‌صدر. ولی آقای بنی‌صدر ادامه میده، دلیلی که سر به نیست کردن فرخ روی پارسا رو، میگه افرادی مثل بهشتی و باهنر که اینها مشاورین فرخ رو پارسا بودن. دوستان گوش بدید، وزیر آموزش پرورش یا فرهنگ هنر دوره شاه مشاورینش باهنر و بهشتی بودن.
من با آقای منوچهر گنجی مصاحبه کردم، آخرین وزیر آموزش پرورش دوره شاه. خود ایشون به من گفت آقای سربی ما خواب بودیم، موقعی که ما در خواب به سر می بردیم کتاب های درسی مدرسه های ایرانی رو آقایان بهشتی، آیت الله بهشتی و با هنر می نوشتن. حالا شما هی بشین هی بگو آخونده آمدن بهشت ایران رو تبدیل کردن به جهنم. شاه و فره که تولد شاه امروز بهش تبریک میگیم، اینها باعث شدن که حکومت اینجوری به دست آخونده بیفته. و اما برجام انتخابات، روزنامه یا نشریه اعتماد، چون به اینا نمیشه بگی روزنامه، هیچ کدوم از اینا روزنامه نیست، چون یک چون روزای جمعه تعطیلن، عاشورا شد تعطیلن، تاسوعا شد تعطیلن، نمیدونم ضربت خوردن حضرت علی شد تعطیلن، عید حضرت محمد شد تعطیلن، اینا که روزنامه نیستن که، اینا هر وقت دلشون خواست نامه هستن. برجام انتخابات، انتظار میرود مدیران کشور و کارگردانان جناح‌های سیاسی پس از فرجام برجام یخهای سیاست داخلی را باز و فضا را برای انتخابات پرشور آماده کنند. و این طرف نوشته گلایه‌های وزیر اطلاعات. این هم از اعتماد بود که اگه شما اعتماد میکنی به همچین خبرهایی. و اما افکار، عده‌ای به دنبال از بین بردن آرامش کشور هستند. ایران وارد باشگاه صادرکنندگان LNG جهان میشود. این روزنامه برای ایرانی هاست ولی نوشته باشگاه صادرکنندگان LNG. توضیح هم نداده که این LNG چه کوفتیه، الا حالا شما برید تو خبر کاملش بخونید تا بفهمی LNG چیه. ایران وارد باشگاه صادرکنندگان LNG جهان می شود و روسیه و فرانسه مشتری نفت ایران شدند. تفاهم نامه همکاری با 10 بورس بزرگ دنیا امضا شد. با 10 بورس بزرگ دنیا. ورود برندهای اروپایی صنایع غذایی به بازار ایران و من این کلمه رو نمیتونم بخونم، تراکنش‌های خرید و ماندگیری بانکی در بستر USSD ممنوع شد. دوستان شما اینو میتونید برای من ترجمه کنید؟ این سرتیتر که یعنی من و شما با خوندن این هدلنگ یا سرتیتر باید اینجا میگن curious یا جستجوگر بشیم ببینیم این چی نوشته و واقعا اینجا به نحو احسن کارشون رو انجام دادن، چون ما اصلا نفهمیدیم این چی نوشته. این چی؟ حالا این اقتصاد پویاست. بریم اطلاعات که به خاطر عاشورا و تاسوعا یک نوار مشکی هم گذاشته بغلش. آمادگی بشار اسد برای برگزاری انتخابات و زود هنگام ریاست جمهوری، همایش ملی جامعه منابع طبیعی آب و محیط زیست برگزار می شود. قتل عام ماهیگیران یمنی توسط جنگنده های عربستان. و اما دیشب داشتم 60 مینیت رو نگاه می کردم و رفت توی قطر از یک محل به اصطلاح هدکوارتر، اینجا میگن فرماندهی یا ستاد عملیات، که این درون ها هواپیمای بدون سرنشین، هواپیمای با سرنشین جنگی، اینا رو میفرستاد روی به اصطلاح کشورهای عراق و سوریه و اینها، گزارش میداد. اون مردی که جنراله اونجا گفت عربیان گلف، که خبرنگارم که از اون احمق تر بود نکرد که بهش بگه آقا این عربیان گلف شما رو نقشه من نشون بده ببینم کجا نوشته عربیان گلف. مگه خود شما احمقا نبودید که وقتی رفتید با صدام جنگیدید اسم اون جنگ رو گذاشتید پرژن گلف، نمیدونم ماموریت پرژن گلف و فلان. ولی خب چه کنیم که اینجا فعلا ایران یتیمه. این هم باز دوشنبه 4 آبان، ایران گفته که انتقاد صریح وزیر اطلاعات از کارشکنی علیه برجام. و اینجا هم خبری رو که 3-4 روز در آمریکا اتفاق افتاده برای مردم ایران امروز نوشتن، فاجعه در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان اوکلاهوما. گویا یه ماشینی، یه خانمی که قبلا هم میگن سابقه مشروب خوردن اینها نداشته،
و 19 سالشه، رانندگی کرده رفته زنده 4 نفر رو کشته، چندین نفر رو هم زخمی کرده. و اما این هم نشریه بهار یا روزنامه بهار نوشته، روزنامه صبح ایران: انزوای دلواپسان مجلس پیش از انتخابات. و اینجا هم آقای، من نمیتونم این اسم رو بخونم، پرواند ابراهیمیان در گفتگو با بهار: تحریم ایران بازگشت پذیر نیست، زنجانی یک فرد نیست، یک سیستم فاسد است. خب اینم میدونید که یه فیلمی درست کردن، البته این مال چهارشنبه است، من چون همینجور گذاشته بودم بهتون نشون بدم. یک فیلمی درست کردن که رستاخیز اسمش بوده، گویا حالا آخوندا ایراد گرفتن چرا آقا تو این حضرت عباس رو نشون دادی، اونم حضرت عباس به این خوشتیپی و چشم سبز و فلان اینها، و گویا گفتگویی با بانی فیلم با احمد رضا درویش درباره آخرین ساختهش به نام رستاخیز ترتیب داده که گفته رستاخیز برای نمایش در ایران ساخته نشد. درویش گفت برخی از معترضان وابسته به جریان مشکوک هستند. یعنی اونجا اگه دولت شما حرف بزنی، اونا میگن شما جریانت مشکوکه. اگرم از یه کسی یه نفر جرأت کنه ایراد بگیره، انتقاد کنه، اون طرف فوری شما رو به اصطلاح متهم میکنه که شما هم به یه جایی وصلی و شما هم نمیدونم مزدوری. و درست همون سیستم مجاهدین و اینها رو ببینید. دیروز باز من داشتم یه فیلمی میدیدم از آقای دیوید کورش. دیوید کورش که میدونید اون یه آقای عقب افتاده‌ای بود از لحاظ درس و اینها، و جالب اینایی که عقب افتاده هستن و اینها یه قدرتی دارن که میتونن دیگران رو جلب خودشون کنن، احتمالاً عقب افتاده‌تر از خودشون، و به اونا بگن که اینا خدا هستن، رهبرن، نماینده خدا هستن یا در رابطه با خدا هستن. و این هم باز چندین زن و اینها گرفته، و حتی این هم درست همون روش آقای مسعود رجوی و اون یکی دیگه مال تو یوتا و اینها رو به اصطلاح تکرار کرده بوده که به اونایی که زن دارن و به اونایی که دوستشون بودن مثل آقای مهدی ابریشمچی میگفته شما باید زنتون رو طلاق بدید تا من ایشون رو به عرش و به قله نمیدونم فلان ببرم. بعضی هاشون دعوا کردن، بهت کردن رفتن، و بعضی هاشون هم دادن دیگه. دیدید دیگه، خود خانم مریم رجوی میگه شما تا حالا هرچی از ما خواستی ما نه نگفتیم و دادیم. بعضی ها دادن خوبه دیگه، آقای اسلام شمس گفت برید بدید، دادن خوبه. ببخش، گفت دادن خوبه، البته گفت شما چقدر فکرتون بده، منظورم رأی دادن بود. خب با سلام، had a wonderful time. خب مرسی، ما هم به همچنین. و اما همین الان که من با شما صحبت میکنم، یعنی 2 دقیقه دیگه، نیاک باز به این فعالیت هاش داره ادامه میده، برعکس اونهایی که میشینن جلو تلویزیون و مثل من مزخرف میگن، اینها کاری هم انجام میدن. میدونید که این هفته، یعنی دیروز و پیروز و جمعه، اینها برنامه کنفرانس سالیانه شون رو داشتن، و همین امروز هم در کپیتال، در کاخ به اصطلاح مجلس، US, Iran and the Middle East, a decade after deal، میگه که 10 سال پس از معامله. حالا این معامله رو خانم شادی حمید، آقای استیو کلمونز، خانم فریده فرهی و مادریتورش هم مهدی حسن هست، میان صحبت میکنن. اگر هنوز هم مایل هستید برید اینجا، ساعت 2:30 تا 3:45، ولی RSVP بوده. RSVP میدونید که یعنی شما باید خبر بدید به اینها، رزرو کنید، بگید که ما میخوایم بیان که اینها ببینن کی میاد، چند نفرن، صندلی بذارن، یا احتمالاً بعض وقتا حتی برای شما اون کردنشال یا کارت ورود رو به اصطلاح صادر کنن، یا اسم شما رو بنویسن اینجا که دیگه. این اسم یه چیز خوبیه. صبح من رفته بودم اینجا یه کاری انجام بدم، طبق معمول باید بری بیل برداخت کنی و کلنگ و از این ماجراها. بیل یعنی صورت حساب توی آمریکا. خلاصه دیدم مثلا اسم خانمه نوشته بود لیندا، اون منیجرش نوشته بود جینی،
بعد اینا داشتن یک کار انجام میدادن، شماره تلفنتون میگیرن که به اصطلاح اگر چیز تخفیف داره به تخفیف بدن. من بهش گفتم والا ما 10-12 شماره تلفن داریم و نمیدونم کدوم تلفنشو به کدوم فروشگاه دادیم. خانم خندید گفت اب نداره، شما حالا یکی یکی شروع کن. گفتیم و گفتیم اینها نشد. آخر کار اون خانم جینی که آمد گفت که من کارت خودمو میزنم. بعد گفتم حالا این شماره تلفن رو هم چیز کن، امتحان کن. اونی که گفتم درست بود و بهش گفتم آره دیگه تا جینی هستی. جینی اینجا همون اونایی که چی میگن قول، نه اینایی که میان، فرشته هم نه، اینایی که از تو شیشه های چیز میمدن بیرون اینها. و سعید نمیذاره ما برنامه اجرا کنیم، نوشته کت احمدی نژاد به تو رسید. جاکت احمدی نژاد، نه جاکت احمدی نژاد زیر آستینش زیر اینجاش پاره است، زیر بغلش، مال من درسته، ولی امروز وقتی پوشیدم دیدم اینجاش یه چیزی مثل رنگ، خدا میدونه کجا رد شدیم گرفته. سرد بود، رفتم بیرون آمدم دیدم سرده و من اینجا یه کمدی از گاهی وقتی کت چرمی کت معمولی اینجاست، بعضی وقتا کت شلوارم هم اینجاست. رفتم ببینم اگه کت اینجاست کت بپوشم، نبود، همین کاپشن رو پوشیدم. این کاپشن و جکت و کت و اینها رو هم ما همش رو کپی زدیم از جای دیگه قاطی میکنیم، پولیور و پولوور و از این چیزا. در صورت looking good in your احمدی نژاد جکت، فون لاین do not work for مردم تیوی. والا چه کار کنم، هر دو سه روز یه بار من به اینها میگم آقا مردم میگن کار نمیکنه، میگن اوکی let me check، میرم چکش میکنم، بعد میگن حالا زنگ بزن کار میکنه، منم زنگ بزنم کار میکنه. هر کسی میخواد برات یه کاری انجام بده با وایسی برای سرش که اون کارا رو انجام بده. عجب بدبختیش گرفتار شدیم و آمریکا هم داره خراب میشه. در اصل سعید جان از اون نصیحت ها و پیشنهادهایی که میکنی در رابطه با بیزینس بسیار ممنونم، من تا حالا استفاده کردم. گاهی وقتی این اعصاب خراب اجازه نمیده، ولی سعی میکنم و قول میدم که بیشتر عمل کنم، چون هر نصیحتی که تو کردی حقیقتا به نفع من بوده و میشه گفت تنها دوستی که تا حالا برای ما ضرر نداشته شما هستی. و اما بازاری معروف تهران هم به صف دشمنان پیوست. اسدالله عسکرولادی که چند وقت پیش با گفتن این جمله جنجالی که ممکن است در ایران قحطی شود نگاه ها را، مگه این آقای عسکرولادی نمرده؟ اینقدر زیادن که آدم نمیدونه کی به کیه. میگه که اینو شهرام فرستاده، ممنونم شهرام. اسدالله عسکرولادی این همون نبود که عسکرولادی تازه مسلمان که چند وقت پیش با گفتن این جمله جنجالی که ممکن است در ایران قحطی شود نگاه ها را به خود جلب کرده بود، در یک گفتگو حرف های تازه ای زده است که کمتر کسی میتواند این حرف ها را فاش بگوید. او در گفتگو با یک نشریه تخصصی ضمن دفاع تمام قد از سرمایه گذاران رژیم گذشته که اموال آنها مصادره شده است گفت کشور نیاز به سرمایه گذار دارد، چون در کشور 70% جامعه نمیتوانند زندگیشان را تأمین کنند. کشور باید تصمیم خود را بگیرد، اینکه میخواهد دور خودش بچرخد و فقر را بیشتر کند یا میخواهد آیا میخواهد دور خودش بچرخد و فقر را بیشتر کند یا میخواهد با دنیا آشتی کند. عسکرولادی در گفتگویش با نشریه پیام صنعتگر دفاع جانانه از سرمایه گذاران رژیم گذشته مثل حاج برخوردار، ایروانی و مقدم کرد که در ادامه میخوانید. این مقدمه ها اگه اونیه که کارخونه پارچه بافی مقدم را هم داشت و توی میدون فوزیه هم یک پارچه فروشی داشتن، اون علی آقای مقدم اینها فامیلای ما هم می شدن. وی گفت دو طیف سرمایه دار و سرمایه گذار با هم فرق دارد و باید این دو طیف را جداگانه از هم دانست یا جدا از هم دانست. سرمایه گذارانی امثال ایروانی ها قابل دفاع هستند و جامعه از اینکه این فرد در سالهای پس از انقلاب مورد غضب قرار گرفت و طرد شد پشیمان است. با آنکه حاج برخوردار که از فعالان اقتصادی سرمایه گذاران سالم آن دوران بود عمل کردنش قابل دفاع است،
او 53 کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی داشت. من با هاشم برخوردار برادر کوچک حاج محمد تقی در سالهای دور همسایه بودم. خانواده بزرگی بودن. به یاد دارم که حاج محمد تقی برخوردار یک تک نان پنیر بر شال کمر خود میبست و از منزلش که در آن زمان در منطقه زعفرانیه بود راه میافتاد و تا حوالی ونک که محل کسب و کارش بود پیاده راه میرفت و همانجا نیز صبحانه مختصری که به هم داشت میخورد. این مرد در زمان خود 53 کارخانه را احداث کرده بود که در سالهای اولیه انقلاب دولت بخش عمده‌ای از آنان را تصاحب کرد، در حالی که امروز دولت مردان ما از این گونه اتفاقات به نیکی یاد نمی‌کنند و اظهار پشیمانی نیز می‌کنند. این من نصف مقاله رو خوندم، نسبتاً طولانی است. اگر می‌خواید بگید تا براتون بفرستم. و اما ما به دوستان گفتیم که اگر یه چیزی هست پتیشن یا همون تومار بنویسید، دیگران هم امضا کنن. جالبه امروز برای من یک نفر پتیشن فرستاده که سربازای ایرانی رو عربستان سعودی آزاد کن. میگم کدوم سرباز ایرانی؟ میگی سربازای ایرانی که رفته بودن توی عربستان سعودی برای حج منا و اینها و نمیدونم زخمی شدن، اینها یه درم گویا گرفتن، من خبر ندارم. میگه که با سلام، به همت موزه صلح تهران، همین صلح رو باید بذاریم تو موزه دیگه، به همت موزه صلح تهران و اقشار مختلف و هنرمندان و خانه سینما، کمپین میلیونی جمع‌آوری امضا در سایت موزه صلح تهران برای محکومیت فاجعه منا و همچنین درخواست پیگیری از سازمان ملل برای کمک به افشای حقایق این واقعه در دسترس عموم قرار گرفت. قرار است با جمع‌آوری بیش از 1,000,000 امضا، متن زیر به عنوان یک سند رسمی به نماینده سازمان ملل در ایران تقدیم شود. با امید جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده برای همه بشریت، برای حمایت از این بیانیه از لینک های زیر استفاده کنید. لینک ها رو هم گذاشته petitions24.com، اگر خواستید بگید براتون بفرستم. ولی من نمیدونم این پتیشن ها آیا تا حالا کار کرده یا نه. و اما سفر عزیز برای ما از خبرگزاری تسنیم بزرگداشت یاد و نام عاشورای حسینی در قلب آمریکا. میدونید که این ایرانی ها خیلی خوششون میاد وقتی یه چیزی، یه رستورانی باز میکنن، یه فروشگاه بقالی باز میکنن، توی تبلیغاشون همشون میگن در قلب لس آنجلس، در قلب وینا، در قلب فارسش. من به یکشون به شوخی گفتم آقا خب ما اگر وینا و اینجا رو بگیریم قلب وینا، اون یکی که اون پایین مثلا طرف خیابونای 123ه، این کجاست؟ این توی شکمشه، توی رودشه، توی مقعدشه، کجاست؟ نکنید این رو. حتی اگه میخواین بگید، بگید مرکز. در صورت اینم نوشته که بزرگداشت، بیام براتون بیارم که فکر نکنید ما یه وقت اینا رو داریم به قول دوستمون چون مسخره میکنیم اینجوری میگیم، واقعیت همیه. اینا اینقدر بد مینویسن، اینقدر روزنامه های ما، نشریات ما، افراد بی صلاحیتی مثل من داخلشون هست. تسنیم، درست میگم تسنیم؟ وقتا یه چیز بود تصنیف بهش میگفتن، ولی این هست تسنیم نیوز. همشون هم یه تیکه اسم فارسیه، یه تیکهش خارجیه، مثل ما مردم فارسیه، تیویش خارجیه. خبرنگار تسنیم از واشنگتن گزارش میدهد بزرگداشت یاد و نام عاشورای حسینی در قلب واشنگتن، عکس و فیلم. و این رو نوشته 3 آبان دیروز. عکس ها رو میبینید. همزمان با عاشورای حسینی بیش از 2000 تن از مسلمانان ساکن واشنگتن و هومه با حضور در مراسم اسلامی پتومک این شهر یاد و نام حماسه ابوالعبدالله حسین را گرامی داشتند. پتومک یه جای بسیار خوب، اعیان نشین، بغل رودخانه است. آقا رضا پهلوی هم اونجاست، حالا یا برای اینکه به مسجد نزدیک باشه یا برای اینکه میخواد به گریت فارس نزدیک باشه که احتمالاً پارک و خوشگذرونی اینها.
میگه که همزمان با ایام عزاداری ایام محرم بیش از 2000 تن از مسلمانان ساکن واشنگتن و ایالت مریلند آمریکا با حضور در مرکز تعلیمات اسلامی پتومک در واشنگتن دی سی مراسم عزاداری عاشورای حسینی را برگزار کردند. عزاداران حسینی مقیم واشنگتن و هومه مراسم عزاداری خود را با قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی مذهبی آغاز کردند. در این مراسم حجت الاسلام بحرینی امام جماعت مرکز تعلیمات اسلامی پتومک در مورد واقعه عاشورا و درسها و عبرتهای آنها سخنرانی کرد. وی در بخشی از سخنرانی خود اشعاری را در رسای ابا عبدالله حسین را برای حضار قرائت کرد. ای عرشیان خاک عزا بر سر بریزی، نمیدونم بزنید. در هر صورت عکس ها رو من بهتون نشون میدم، این مقاله اگه بخواین میتونید خودتون روی گوگل، حسن تلویزیون مردم اینه که چون روی اینترنت هستیم شماها یه مقداری پیشرفته تر از بینندگان ستلایت هستید. بینندگان ستلایت قرن بیستم پدران مادران عمه‌های ما بودن و هستن هنوز که احتمالاً اینترنت ندارن و یاد نگرفتن ایمیل چیه، گوگل چیه، یوتیوب چیه و همونجا استاک شدن. و اما من روز جمعه یا شنبه با یه شاعری از ایران صحبت میکردم و یه چیزی نوشته بود و ما خواستیم بخونیم، همچین که تصمیم گرفتیم بخونیم گفت آقا دستم به دامنت نخونی با اسم منو. گفتم چی؟ گفت آقا من تو ایرانم. گفتم آقا من نمیدونم، والا شماها خودتونم مثل که با خودتون تعارف دارید. یه وقت این وزارت اطلاعات رو میکنید خدای اطلاعات و پدرسوختگی و اینها، یه وقت فکر میکنید اینا خر و الاغن. اگه شما تو ایرانی مینویسی، برای من میفرستی، برای دیگران میفرستی، خب اونا میدونن شما کی هستی، کجا هستی، چی نوشتی، چی کار کردی. نکنید همچین، به خودتون دروغ نگید، خودسانسوری نکنید. خلاصه یه چیزی نوشته بود که این آقا حالا که شاعر شده، شاعر شدن خودش رو مدیون مادرش که سواد نداشته و معلم کلاس اول که اون هم متوجه نشده که مادر این برای این مشق نوشته هست. خدایش به شما بگم، شما اولی که این نوشته بودی، نوشته شما اشکال داشت، چون شما نوشتی معلم رفتم کلاس اول برای ما سرمشق نوشت و گفت بیاد بنویسید، آمدم خونه مادرم گفت که چه کار کردی، گفتم اینه و قرار مشق بنویسم، گفت خب بشین بنویس، گفتم من بلد نیستم بنویسم، و مادرت گفت اب نداره من برات بنویسم، و نوشت و شما فردا مشق رو بردید و اون معلمم نفهمید که این رو مادر شما نوشته. من گفتم بعدش یکم پایین تر شما نوشته بودید من امروز از اون مادرم که سواد نداشت و از اون معلم که یه جوری هم به اون بنده خدا گفته بودید فهم نداشت که این رو بفهمه تشکر میکنم، چون اینها با این کارشون باعث شدن من ادامه بدم و الا من از مدرسه مینداختن بیرون. اینا اینجور هم نبود که شما اگر روز اول مشق ننوشته بودی فوری اخراجت میکردن. اگه اینجوری بود که معلم‌ها روز 10 بار کتک میخوردن از بابا و مامان دانش آموزا. ولی بعد من برای شما نوشتم، من نمیدونم چجوری مادر شما سواد نداشته ولی اینو نوشته. شما نوشتید که نقاشی کرده. خب دوست عزیز خودتو بذار جای اون معلم، من چون معلم بودم میگم، و بهش میگی نفهمید. وقتی به یکی میگیم نفهمید یعنی نفهم، نادانه، اوکی؟ یا اون موضوع رو نفهم. همه ما مشق نوشتنمون از نقاشی و کپی اون شکل، به اون میگن این الفه، بعد به اون گفتن این آ هست، الف نگید، چون اگه میگفتیم الف خود من همیشه دنبالش میگشتم این الف چیه، چرا میگیم الف ولی تو این آ هست یا آ هست. مادر شما چون سنش بالاتر از شما بوده احتمالاً بدخط‌تر هم مینوشته. چه چیزی تو نوشته شما بوده که این معلمه باید میفهمیده این دستخط مادر شماست، جز این که شما برعکس تمام کلاس اولیا که میرن مدرسه حالا با هر سختی هست میشینن مینویسن دیگه، با گریه و زاری ما همه اون مشق و اینها رو مینوشتیم. من نفهمیدم، ولی امروز خب شاعر شدید الحمدلله. بعد میاد جلوتر توضیح میدید که در امتحان جغرافی معلم از ما سوال کرده بود
من به جایی که پاسخ جغرافی بدم یه شعر براش نوشتم. حالا من شعرتونم نمیگم که وقت خدای نکرده اسم و فامیلتون مشخص نشه به خاطر این بیان شما رو بندازن زندان. طرف تو زندانه روی نمیدونم شل زرد و فلان نام انسان مرگ بر خمینی و مرگ بر خامنه ای و دیکتاتور، هیچ کی کاریش نداره. ولی شما شاعر بیرون آزاد نشستی، شاعر آزادیخواه فعال سیاسی هم هستی، میترسی خب ما اون شعره رو نمیخونیم. شما یه شعری نوشتی گذاشتی به جای جواب امتحان جغرافی، اون معلمم آمده به شما داده 20. این معلمه اگه من بودم یه پس گردنیش میزدم میکردمش بیرون. مردی که میخوای حالا تشویقش کنی اقلا بهش بده 10، بده 7 قبول بشه بره، ولی 20 چرا؟ این آقای دانش آموز شما این معلمه نفهمه، یاد نگرفته که سر کلاس جغرافی باید جواب جغرافی بده، سر کتاب کلاس انشا و ادبیات و گرامر باید شعر بخونه. و از همونجا این نفهمیدن ما شروع میشه. نادر نادرپور میگه ما در عوضی شنیدن و عوضی گفتن و عوضی نمیدونم تصمیم گرفتن خدای خدا هستی. دوست عزیز تبریک میگم که حالا شاعر شدی. شاعر یعنی چی؟ یعنی کسی که شعور داره، کسی که فهم داره. ولی این شاعرایی که از بیکاری میشینن به در و دیوار نگاه میکنن، بله ما رفته بودیم اردوی دانشجویی نجف آباد اصفهان بودیم، یه دوستی داریم داداشش اتفاقا یه مدت با من تماس میگرفت، کاووس اسلامی نژاد یا کاووس اسلامی زاده، بچه شیراز هم بود، جونوری بود، از جهاز جوک گفتن کمدین بازی بودن اینها. یه روز آمد در کمد باز کرد، گفت لیوانش نبود، گفت می نگاه هم در کمد لیوان نیست. بهش اشاره کردیم اونجا چرخید، گفت بد، حالا بد انگلیسی، بد میبینم لیوان خود را روی میز، یا بد میبینم لیوان خود را روی میز. من شما میخواید تو 3 ماه شاعر بشم؟ بشین یه مش کتاب فردوسی، حافظ، سعدی، اینها را از بیکاری بخون، بابا طاهر عریان، نمیدونم اون آقا نمیدونم چیه گریان، اینها را بخون، خود به خود شما ذوق شعر داخلت به وجود میاد. اینه که وقتی اومدن شاهنامه یا حافظ اینها رو به اصطلاح که کتاب متاب خراب میشد از بین میرفت، دوباره یکی دیگه میمد جمع آوری میکرد. وقتی میامد جمع آوری میکرد به مردم میگفت هر کسی شعر حافظ بلده اینجا بنویسه، طرف میگه آره من یادمه بابام همیشه شعر حافظ میخون، 3 تا خط حافظ که میگفت یکیش مال حافظ بود، 2 تاش باباش شعر گفته بود. الان فکر کنم این فردوسی دیگه هر کسی رو وزن فردوس، رو وزن شاهنامه فردوسی میتونه شعر بگه. من اونم که نمیدونم تویوتا بود ماشین در خیابان، و نمیدونم تویوتا یلی بود فرام ژاپن یا کوهما. در صورت اینم مناظره ما با این شاعر بود که لطف کرد و جواب داد و اینا. آخر کار بهش گفتیم آقا ما دوشنبه این نامه شما رو میخونیم در این مورد صحبت کنیم، گفت نه آقا اسم من نگی، یا چشم نمیگیم، یه وقت نیان بگیرنه. خب دوستان در رابطه با این تظاهرات سینه زدن در لندن، در نمیدونم کشورهای دیگه، در آمریکا، اینها شما نظرتون چیه؟ در نیویورک حتی سینه زدن و زنجیر زدن و اینها چیه؟ اینها واقعا اگر دولت ها عوض بشن، دولت ها حمایت نکنن، مثلا این پتومک خب هزینش رو میدونید که اصلا زمینش و اینا هم است که مال جمهوری اسلامیه، و چند مدت پیشم نمیدونم FBI بود کی بود گرفته بود و راجع بهش که چه فعالیت های اینجا میشه و اینها یه مشتی بحث و گفتگو بود. اگر همچین جاها نباشه باز هم افرادی به نظر شما هستن که مثل آقای اجلالی، مثل آقای کیه این دوستمون توی منسس هست، مثلا قبرستون خریده برای مسلمونا یا مسجد درست کرده و اینها، آیا اینها هستن که اون مخارج رو بکنن؟ اونای دیگه هم آیا فقط برای شام خوردن میان اونجا سینه میزنن یا بدون شام هم میان سینه میزنن؟ آیا من و شما امروز که تولد شاه هست میخوایم شاه کوچولو رو ببریم ایران بزرگش کنیم بادش کنیم دوباره بهش بگیم آریان مهر اینم بترکه و منفجر بشه؟ ما فکر کردیم که یه کاری کنیم، یه جایی حسینیه رضا پهلوی باز کنیم، شام بدیم، آبگوشت بدیم. میدونید آقای اجلالی آبگوشت میده،
آبگوشت اتحاد فکر خوبی کرده. روزی که مسلمان های شیعه و سنی سر تولد عمر یا روز مخصوصی به همدیگه فحاشی میکردن و اینها، آقای اجلالی توی اون روز میاد یه آبگوشتی درست میکنه به نام آبگوشت اتحاد و گویا این آبگوشت رو از 50 نفر 100 نفر شروع کرده، الان میگه بیش از 1000 نفر میان و ازش استفاده میکنن. یه دوستی برای من نوشته که دکتر زردشت ستوده، متولد اردبیل، مقیم لندن، اگر ممکن است یک مصاحبه با دکتر زرتشت ستوده انجام دهید. او استاد دانشگاه و مقیم انگلستان است و نظرات بکر و جالبی درباره ایران باستان و ترک شناسی و اسلام شناسی دارد. قدری مانند دکتر نصر احمدی دیوانه است ولی بسیار جالب. خوشتون میاد دوستان؟ بیننده من که خود این بینندم نویسنده است و من میشناسم شون، بیننده ما تلویزیون های ایرانی، دوست عزیزی که میگی چرا از اون ایراد میگیری، چرا پشت سر اون حرف میزنی فلان، شما میری تلویزیون ها رو نگاه میکنی که ببینی امروز کی پشت سر کی حرف میزنه، و الا یکیتون بیاین به من بگید از این 20 سال 30 سال تلویزیون نگاه کردن شما چی یاد گرفتید، کدوم معادله دو مجهولی و سه مجهولی و نمیدونم چی میتونید، کدام ماده رو از توی این جدول مندلیف شونستید شما یاد بگیرید اخراج کنید کشفش کنید، چون اینا هستش کدومش؟ هیچ. من میام ببینم اون پشت اون چی میگه، اون میاد ببینه اون پشت اون چی میگه، اون پشت اون چی میگه، و هر از مدتی دل خوش میکنیم به یه نفر، بعدش هم میگیم بابا این که دیگه من میدونم این چی میگه، حالا بیریم سراغ یه جدیدی، برای ما دو سه سال جدیده خوبه، دوباره میگیم آقا اینم که همش همینو میگه، ول میکنیم میریم. اصل تلویزیون همینه که این دوستمون میگه، میگه آقا اینم مثل آقای نصر احمدی دیوانه است و شما تو این دیوانه خانه‌ای که به اسم تلویزیون مردم هست بیارش. چرا؟ چون خودش هم دیوانه است. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، ولا اگه آدم عاقل باشه نمیگه که شما برو یه دیوونه بیار اینجا، من برم یه دیوونه رو بیارم اینجا، این دیوونه یا میزنه سر به کار ما رو میشکنه یا کارهای مسخره بازی میکنه که ما رو به خنده میندازه. اگه من و تو عاقل باشیم، چه عاقلی هستیم که از حرکات یه دیوانه بیگناه بیچاره میخندیم؟ پس باید دیوونه باشیم. اگه عاقل باشیم چرا بریم یه دیوانه خطرناک رو بیاریم که هر آن نمیدونیم الان این قیچی رو که برمیداره میخواد سر یه پاکتی رو باز کنه یا میخواد این قیچی رو از پشت گردن بزنه به ما؟ ما هم دیوانه. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. و اما دوستمون یک ویدیوی فیسبوکی برای ما فرستاد که درباره یک ژورنالیست اسرائیلی یهودی، نه صهیونیسم، صحبت میکنه. این بنده خدا میگه وقتی من رو دعوت کردن که بیام در لابی اسرائیل در واشنگتن گویا صحبت کنم، تعجب کردم، گفتم اینا که میدونن من با این کارهایی که اینا میکنن مخالفم، پس چرا منو دعوت کردن؟ خلاصه میاد اونجا اینو، حالا شما اینو داشته باش، بنده تو آمریکا این رو گذاشتم رو فیسبوک، نه تولید منه نه مال منه، به قول معروف من نه سر پیازم نه ته پیازم، خود پیازه گذاشتم اونجا. یه آقای کلیمی که خودش از دیگران بهتر میدونه دیگه، اینا میدونی که به اینا میگن chosen people، یعنی اینا از دیگران بالاترن، خدا قول داده، این خدا هم ببخشید اگه وجود داشته باشه یه مارمولکیه، به کلیمی ها میگه من فقط شما رو میبرم بهشت، فعلا یه 40 سالی دور خودتون بچرخید مثل اسب عصاری گیج که شدید، اون وقت شما خوب شدید میبرمتون. به مسلمانای شیعه گفته من شما رو میبرم آقای حضرت مهدی و 313 تا دوست. به مسیحیه که گفته اصلا اینا رو بریز تو سطل آشغال، اینا من تو جهنمم به زور یاد راشون میدن، شما فقط میرید تو اونجا. خب اونایی که میگید سیاست خیلی بده، کشورهای بزرگ پدر سوخته میان اختلاف میندازن و سیاست میکنن، خب این خدا هم که همین کار میکنه، قربونتون برم با این خداتون. در صورت این آقای عوضی، باز میگم آقای عوضی چون فکر نمیکنم هیچ خانمی به این احمقی باشه، آمده برای من نوشته که این آقا ضد اسرائیلیه و شما اگر
ویدیوی اینو میذاری شما هم ضد اسرائیلی. من گفتم شما منو یاد جورج بوش احمق انداختی که گفت یا شما با من هم دستید که بریم آدمای دنیا رو بکشیم، چون من قبلا مواد مخدر کشیده بودم، نمیدونم عرق خورده بودم، روانی بودم، حالا مسیحی شدم، میخوام ببرمتون پهلو خدا، یا اینکه اگه با من نمیای آدم بکشیم تو دشمن منی. پدش که آقا شما یهودی معتقد هستی، شما باور داری که خدا شما رو به عنوان بهترین نسل، بهترین جنریشن، بهترین آدمان انتخاب کرده، و خود شما ببینید چه فضاحتی سر خودتون میاری. قبل از هیتلر شما میتونید به من بگید چرا یهودی‌ها تو اروپا بودن؟ چرا یهودی‌ها تو فلسطین نبودن؟ چرا یهودی‌ها تو اورشلیم نبودن؟ میتونید به من بگید؟ برید بخونید، یاد بگیرید، بیاد تا اون دوست یهودیمون که از نیویورک میاد مینویسه بر علیه همین صهیونیستا. نمیخونیم که، کتاب نمیخونیم، 4 صفحهش میخونیم میذاریم اونجا. اوکی، ممنونم از دوستی که این ویدیو رو فرستاده. و اما آخر قسمت اول هستیم، بیایم 20 تا ویژگی عقب ماندگی ما ایرانیان رو با هم بخونیم. بذارید من این رو براتون یکم اینجوری کوچیکترش کنم. بله، ببینم میاد اینجا که شما هم ببینید یا نه. بله، همینجا. اوکی، بریم روی کامرای دو و اجازه بدید من از احمد تشکر کنم. نوشته بود آقای سوربی تو رو خدا وقتی برنامه داری هی این تق تق تایپ نکن، ما سردرد میگیریم. گفتم ای آقا شما هم گوشت مثل من تیزه. من رو تو فکر کنم در زندگی قبلیمون سگ بودیم که گوشمون انقدر تیز هست. مصطفی ملکیان اندیشمندی روشنگر است که بخش بیشتر پژوهش‌های او در زمینه اخلاق، دین، فلسفه دین، اگزیستانسیالیسم، روانشناسی، علوم انسانی، روش این تحقیق و نوشته تحقیق و روشنفکری است. نظریه عقلانیت و معنویت از مهمترین نظریات اوست. دیدگاه وی درباره عقب ماندگی ایرانیان که حدود 3 یا 4 سال پیش آن را در 20 سرفصل عرضه کرده است در پی می آید. 20 عامل عقب ماندگی ما ایرانیان. 1. پیش داوری. اولین خصوصیتی که ما در وجود که در ما وجود دارد پیش داوری های فراوان نسبت به بسیاری از امور است. اگر هر کدام از ما به درون خودمان رجوع کنیم پیش داوری های فراوان میبینیم. این پیش داوری ها در کنش و واکنش های اجتماعی ما تأثیرات منفی زیادی دارد. معمولا وقتی گفته می شود پیش داوری، بیشتر پیش داوری ها بیشتر پیش داوری منفی محل نظر است، ولی آثار مخرب پیش داوری منحصر به پیش داوری منفی نیست. پیش داوری های مثبت هم آثار مخرب خود را دارد، از جمله خوشبینی های نابکجا که نسبت به برخی افراد و قشرها و لایه های اجتماعی داریم. دوگماتیسم و جمود. نوعی دوگماتیسم و جمود در ما ریشه کرده است. ما اصلا تحقیقات روانشناختی و تحقیقات تاریخی در این باره نداریم. چرا که چرا ملت ایران تا این حد اهل این جزم و جمود هست؟ و سومیش خرافه پرستیه. من فقط سرخط تیترشو میخونم. ویژگی دیگر ما خرافه پرستیست. همه خرافه ها یا خرافه ها در بافت دینی مذهبی، در بافت های غیر دینی مذهبی، خرافه در بافت مذهبی یعنی چیزی که در دین نبوده و در آن وارد شده است، اما مهمتر این است که به معنای سکولار آن هم خرافه پرست هستیم. بها دادن به داوری های دیگران نسبت به خود، همرنگی با جماعت، ششمیش تلقین پذیری، هفتمیش الغا پذیری، هشتمیش تقلید، نهمیش تعبد. تعبد یعنی سخنی را پذیرفتن صرفا به این دلیل که فلان شخص آن را گفته است.
شخصیت پرستی کمتر مردمی به اندازه ما شخصیت پرستند. تعصب هم افق با هم افق با شخصیت پرستی است. اعتقاد به برگزیدگی. هر کدام از ما اگر به خودمان رجوع کنیم میبینیم به نوعی فکر میکنیم که به نوعی مورد لطف خدا هستیم. یعنی درست است که ممکن است وضع ما به مو بند نباشد، اما پاره بند باشد، اما پاره نمیشود. تجربه نیندوختن از گذشته، جدی نگرفتن زندگی. 14 دو قسمت داره. یکیش باور به مستثنا نبودن از قوانین حاکم بر جهان. دومیش نسبت سنجی در عموم. 15 دیدگاه مبتذل نسبت به کار. دیدگاه کمتر مردمی نسبت به کار تا حد دیدگاه ما نسبت به کار مبتذل است. و اما قائل نبودن به ریاضت. 17 از دست رفتن قوه تمیز بین خوشایند و مصلحت. 18 زیادگویی. 19 زبان پریشی. و اما 20 ظاهرنگری. هر کسی اینها خواست در پایان پیشنهادی داده ایشون که دارای دو نکته است. اول اینکه در باب هر کدام از موارد مطرح شده فکر کنیم که درست است یا نه. اگه درست است اول کاری که باید کرد این است که در شخص خودمان بررسی کنیم. ساعت 3 بعد از ظهر اجازه بدید بریم یه دونه آگهی نقلی کوچولو از پتروس هندیمن ببینیم و بعدش هم برنامه رو با هم پی میگیریم. بازم ممنونم از یکایک دوستان، مخصوصا از اونایی که مخالف نظر من هستن. خوشحال میشم که اونها رو به صورت مهمون در برنامه داشته باشم و نظرات اونها رو از تلویزیون مردم پخش کنم. اگه شما جایی تلویزیونی میشناسی که تحمل مخالفین رو داره به ما نشون بده. اگه شما جایی برنامه‌ای رو میبینی که بهتر از برنامه من هست به من هم بگو که من به جای اینکه بیام گلوی خودم رو پاره کنم و اینقدر با شما صحبت کنم و سر شما رو در بیارم، بشینم منم آبجوام و شرابم و هرچی بستگی به ساعتش بشینم بخورم و نوش جان کنم و اونو نگاه کنم و هر از گاهی هم بهش یه ایمیل بفرستم آقا چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو میکنی، ولی هیچ وقت به خودم، به غیرتم، به همیتم مراجعه نکنم و یک کمکی حمایت مالی بکنم. پس با هم آگهی رو میبینیم، برنامه رو پی میگیریم. مرسی. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 هفته از 7 تا 7 در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052.
خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما و امیدوارم تا اینجای برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه و برنامه رو با هم پی میگیریم. ببینیم که دوستان چی نوشتن. سامانتا گروز، نمیدونم کراس ویرجینیا، 6 مانت آوت و خدا رو شد. ماست واچ، علی شیرازی وسط برنامه زنده برای ما ویدیو فرستاده، نوشته این ویدیو حتما باید به اصطلاح تماشا کنید. ولی یه نفر یه نامه ای فرستاده که جهت اطلاع مقایسه دوران شاه با جمهوری اسلامی، بیان این رو بخونیم. بله، این آقای هوشنگ آریانپور لطف کردن فرستادن. ببینیم که چی نوشتن. نوشتن که اینجا، بله، با عرض سلام، منظور از ارسال این نامه، این نوشته، مطلقاً تبلیغ برای رژیم منحوس جمهوری اسلامی نبوده، بلکه هدفم این بود که انجام این گونه تغییرات و پیشرفت‌ها دلیلی برای پاک کردن گناهان دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی نبوده و نباشد، بلکه بیانگر آن است که جبر زمان و پیشرفت‌هایی که در قرن‌های 20 و 21 در جهان رخ داده و بخش کوچکی از آن نصیب ملت دیکتاتور زده و ستم دیده کشورمان شده است، ربطی به نوع رژیم حاکم در کشورمان نداشته است. در تاریخ 26 شهریور 1320 محمد رضا شاه پهلوی، والا بلا این غلطه، بنویسیم محمد رضا شاه پهلوی، مگه شاه شوهر کرده؟ یعنی محمد رضا بوده بعد شوهر کرده؟ حالا من نمیفهمم، محمد رضا پهلوی شاه ایران اینجوری درسته، ولی محمد رضا شاه چجوری رفت وسط رضا و پهلوی؟ محمد رضا پهلوی شاه در مجلس شورای ملی سوگند خورد و پادشاه ایران گردید. در تاریخ 12 فروردین 1358 برابر رفراندومی که در ایران برگزار گردید، محمد رضا شاه از سلطنت خلق گردید. جمعاً او به مدت 36 سال و 6 ماه و 17 روز پادشاه ایران بود. دو، رژیم منحوس ضد بشر جمهوری اسلامی از تاریخ 12 فروردین 1358 رسما در رأس کشور قرار گرفت و تا این تاریخ 4 آبان 1394، این مال همین امروز، جمعاً 36 سال و 6 ماه و 23 روز به حکومت اسلامی خود ادامه داده است. عده‌ای از سلطنت طلبان دو آتشه خدمات گرانبهای شاهنشاه آریامهر را که همه روزه ردیف کرده و به رخ ملت ایران می‌کشند. در این نوشته کوتاه سعی شده خدمات محمد رضا پهلوی شاه را با خدمات رژیم منحوس اسلامی مقایسه کنیم. البته نتیجه گیری را به عهده شنوندگان عزیز و بینندگان واگذار می‌کنیم. الف، جمعیت ایران در سال 1357 35 میلیون بود. جمعیت فعلی کشور بالغ بر 77 میلیون. تعداد محصلین در آن زمان ادعا می‌کردند بالغ بر 10 میلیون. در حال حاضر مجموع محصلین مدارس و دانشگاه‌ها بر 19 میلیون است. در آن زمان تعداد دبیرستان 1716 تا بوده. تعداد شاگردان دبیرستان 740,471 بوده. در سال 1379 تعداد دبیرستان بالغ بر 13,465 و تعداد شاگردان بالغ بر 3,994,868 نفر بود. تعداد دانشگاه‌ها در آن زمان کمتر از 10 دانشگاه بود. در حال حاضر آن تعداد به رقم 475 رسیده است. تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها کمتر از 100,000 بود. در حال حاضر این رقم به بالغ بر 4,400,000 نفر رسیده است. تعداد فرودگاه‌های بین المللی در ایران فقط 3 فرودگاه بود. در حال حاضر این تعداد به 19 فرودگاه بین المللی رسیده است. تعداد پل‌های هوایی در شهرها تنها 1 پل سید خندان بود. در این زمان تعداد پل‌های هوایی در تهران شهرستان‌ها به 770 رسیده است.
تعداد بنادر تجاری بین المللی 5 بندر با ظرفیت کمتر از 15 میلیون تن در سال بود، در حالی که در حال حاضر بالغ بر 11 بندر با ظرفیت پذیرش 150 میلیون تن در سال ایجاد شده است. تعداد روستاهایی که در رژیم گذشته دارای سیستم برق و آب لوله کشی، تلفن، مدرسه و جاده بودند کمتر از 100 روستا بود، در حالی که تعداد این گونه روستاها بر بالغ بر 60 هزار رسیده است. تعداد شاهراها در آن زمان فقط یک واحد 40 کیلومتری که انتهای آن به دیواری ختم می‌گردید بین کرج و میدان شهیاد، در حال حاضر بالغ بر 100 شاهراه به طول چندین هزار کیلومتر در کشور وجود دارد. تعداد طول خطوط راه آهن کمتر از 5000 کیلومتر بود و تعداد ایستگاه قطار جمعاً 198 واحد بود. در حال حاضر طول خطوط راه آهن با راه آهن بالغ بر 10392 کیلومتر رسیده و تعداد ایستگاه قطار از مرز 360 گذشته است. صنایع منتج اتومبیل در سال 1357 فقط 5 واحد بود، در سال 1394 11 واحد ساخت و منتج اتومبیل و تولید بالغ بر 1 میلیون اتومبیل در سال. درصد باسوادان کشور 35% و اکثر شهروندانی که سنشان بیش از 40 سال بود از خواندن و نوشتن محروم بودند. در حال حاضر تعداد بی سوادان کشور به رقم 20% تقلیل یافته است، یعنی 80% سواد دارد. پوشش شبکه تلویزیونی فقط در چند شهر بزرگ وجود داشت. در حال حاضر 11 شبکه سراسری و 33 شبکه تلویزیونی محلی مشغول کار هستند. تعداد تلفن همراه در گذشته موجود نبود و استفاده از تلفن برای منازل و بخش خصوصی دارای محدودیت‌های فراوانی بود. در حال حاضر کلیه شهروندان از تلفن در منازل و محل کسبشان استفاده کرده و علاوه بر آن در حال حاضر مشترکان تلفن همراه در ایران به بیش از 56,175,000 رسیده است. البته این پایان نیست و به کمک شنوندگان می توانیم آن را تکمیل کنیم. والا 3 روز 4 روز پیش باز یک خانمی داشت با آب و تاب برای دیگران توضیح می داد. من گفتم والا بلا این کار را نکنید، حتما چند روز دیگه شماها یا طرفدارای ملاها میان راجع به همین کامپیوتر و تلفن نمیدونم بی سیم و جاده و پل و فلان اینها و باید دیگر بشینیم حرفای اونا رو گوش کنیم. خیلی ممنون که آقای آریانپور با این مقایسه به من و شما نشون میده که جبر زمان، جبر مکان یه چیزی هست که هیچ دیکتاتوری نمیتونه جلوشو بگیره و اینها مجبورن، اگه نخوانم مجبورن این کارا رو انجام بده. حالا شما باز بشینید بگید جاوید شاه این همه گفتید جاوید شاه بنده خدا سر 60 سالگی جوان مرگ شد، این همه میگید مرگ بر اینا، هیچ اتفاقی نیفتاده. خب بفهمید که کسی به حرف شما گوش نمیده. حالا یا خدایی نیست یا خدا شما رو دوست نداره. دیدید دیگه خدا شاه، خانم اوریانا فالاچی و اون خبرنگاره از پرسید شما که با خدا در تماسی چی گفت خدا بهه؟ شاه گفت که این دفعه چیزی بهم نگفته. فکر کنم بهش گفته بود، نشنیده بود. بهش گفته بود این هنوز از نتایج سحر است، باز تا صبح دولتت بدمد. اینم از این. خب دکتر زردشت ستوده رو گفتیم، ویژگی عقب ماندن ما ایرانی ها رو خوندیم. استاپ کورپریت، بله. آهان، اینایی که چیزن بهتون گفتم که دو تا برادر تو آمریکا هستن، این دوتا بعضی ها میگن کوخ بعضی ها میگن کوک، چون آمریکایی ها این سی اچ رو میدونید یه جا مثلا شنتلی یا یه جا میشه سی اچ میشه چه، یه جا میشه خه، یه جا میشه که، چهر مثلا سی اچ و یه جای دیگه اسم شه میشه. اینها گفتن که این دوتا برادر 889 میلیون دلار میخوان کمک کنن به انتخابات. کمک به انتخابات نمیشه. بعد این پایینش پرسیده که Are you against corporate influence of election؟ بله. ولی چی؟ اگه زدی yes، حالا تازه خود این میگه بیا پول بده. شما دیگه برای چی پول میخوای؟ این میگه که شما بیا پول بده که ما اونا هرچی پول میدن مثلا ما بهشون بتونیم، ما آخه با 889 میلیون
با 5 دلار 15 دلار من و 30 دلار من چجوری میتونید؟ چرا شما دیگه دروغ میگید؟ شما اومدید میگید این دروغ و پدر سوخته است، با پول خودش میخواد اینقدر خرج کنه، اقلا اون پول رو غیر مستقیم از ما گرفته، حالا شما میگی بیا به من پول بده تا من برم درست کنم. نخواستیم آقا، اصلا بده به این برادران کخ برن بشینن تو، یکیشون بشینه تو کاخ سفید، یکیشون هم بره بشینه تو اون نیوال چی میگن توی کاخ نخست وزیر یا معاونش. خب اوکی، بله بله، put no more and hopefully I will be okay. اوکی چش آره، من با بعضی از این دوستان باور کنید وقتی فارسی حرف میزنم، تو تلفن حرف میزنم، کمتر همدیگر رو میفهمیم تا اینکه با وجودی که هر دومون زبان دوم یا سوممون هست این انگلیسی، اگه با انگلیسی صحبت کنیم، خیلی از دوستان افغانی من وقتی چه آلمان که بودم باهاشون صحبت میکردم متوجه نمیشدم، میگفتم آلمانی چی میشه، اینجا میگم به انگلیسی بگید بفهم. دوستی تلفن میزنه، یک ساعت با هم صحبت میکنیم، آخرش من واقعا نمیفهمم چی میگه. گاهی وقتا میگم آقا 1 2 3 ایمیل بنویس، 1 من این فلان مثلا ویدیو رو لازم دارم، 2 لطفا مثلا کامرا رو بیارید، 3 چراغ رو نمیخوام، تا منم بنویسم بله گرفتم میارم نمیارم فهمیدم. و الا اینجوری هی رفت و برگشت داشته باشیم سر این چیزی که شما یه چی میگی من یه چیز دیگه فکر میکنم. این آقای کاظم رنجبر شعر قشنگی میخوند که ای بسا دو نفر مال یه شهر و مال یه استان و مال یه کشور همزبان ولی همدیگر رو نمیفهمند، ولی ای بسا یا یه نفر نمیدونم ترک و یه نفر فارس همدیگر رو خوب میفهمن. البته این روزا به کمک یارانه به کمک کامپیوتر کم رایانه بهش میگن، با گوگل ترنسلیت مواظب این گوگل باشید، یک چیزای اشتباهی مینویسه که باور کنید اصلا چشمتون باز میمونه. در صورت اینم از این دوستمون، حالا بعد امیدوارم بتونیم صحبت کنیم بگیم که بابا شما چی میگی چی میخوای ما بتونیم بلد انجام بدیم. خب و اما ربط ما چیست؟ سهم ما چیست؟ نبودن زیرساخت‌های محوری، آب، برق، امنیت، صنعت و این رو هم ببینیم خانم سهیلا فرستاده. ببینیم میتونیم بخونیمش. به گفته سازمان ملل از هر 4 ایرانی 1 نفر، یعنی بیش از 18 میلیون ایرانی در حاشیه شهرهای مرکزی ما زندگی میکنند. دلیل کوچ اکثر قریب به اتفاق این در واقع پناهندگان بومی در دسترس نبودن زیربناهای محوری، آب، برق، امنیت و صنعت در شهرها، روستاها و محل زندگیشان بوده است. نداشتن و در دست نبودن حداقل‌های زیرساخت‌ها مثل کلینیک‌های بهداشتی، مراکز تحصیلی، نیروی پلیس، قضایی قابل انکار، قابل اتکا برای حراست مال و جان مردم و برای ایجاد امنیت، آب لوله کشی شده و برق برای منازل و کسب و کار مردم و صنایع مادر برای تولید درآمد و شغل آفرینی در شهرها و شهرهای کوچک و دهات از دلایل اصلی است که هموطنان ما را مجبور کرده است به حاشیه شهرهای مرکزی که این زیرساخت‌ها را دارند مهاجرت کنند. این واقعیت را می توانیم در وضعیت پناهندگان کشورهای بمباران شده نیز به وضوح ببینیم. مردم افغانستان، عراق، لبنان، سوریه، یمن، فلسطینی ها با تهاجم و بمباران کردن مدام شهرها و دهات در این کشورها هر گونه زیر ساخت زندگی روزانه برای زندگی، کار و آیندسازی در این جوامع را از بین بردند. و وقتی مردم که از بین نبردن دوست عزیز، وقتی زیرسازه آب، برق، امنیت تکرار مکررات پدر شما نویسنده ها رو در آورده، ما خواننده ها رو هم خسته کرده. چون ایشون وبسایت داره، اجازه بدید اسم و فامیلشو بگیم، امیدواریم یه وقت این نوشته شون ایشون رو به زندان نندازه. سهیلا شاکرینی، بله، درباره من اینم وبسایتشون، اجازه بدید بهتون نشون بدیم، تبلیغ مجانی، چون هیچ کدوم از این دوستان
حاضر نیستن 10 دلار خرج کنن توی رادیویی توی تلویزیونی تبلیغ کنن، یه وقت خدای نکرده، چون باور دارن که همه اینا رو میشناسن. ببینیم درباره خودشون چی نوشتن. این یک صفحه مستقل آزمایشی است که به زودی توسط نویسنده این وبلاگ تکمیل یا حذف خواهد شد. اگر شما نویسنده این وبلاگ هستید، برای حذف، دوستان ببینید ایشون نویسنده است، به من و شما میخواد درباره خودش بگه یا درباره ما، به جایی که بنویسن، حتی نوشتن درباره من، ببین درباره خودش. تا حالا هیچی درباره خودتون ننوشتید. اجازه بدید من اینو بیارم. دوستان فکر نکنید من دیوانه شدم، بی خود نه، این دوستمون سلطانی میگه که برو اون آقا رو بیار، اونم دیوانه است. آها، این جایی که نوشتن درباره من حرفی از خودشون نیست، ولی این ور که حالا من براتون میارم، اینجا دوباره سلام کردن، سلام روی ماهتون، نوشته سلام، در مشهد به دنیا آمدم، در تهران بزرگ شدم، دارای مدرک کارشناس ارشد یعنی فوق لیسانس هستم، عضو هیچ گروه یا عقیده به خصوصی نیستم، اگرچه خوب است که از عقاید دیگران با اطلاع شد، عقیده من کمک کردن به ایرانیان عزیز که شامل خودم هم می شود در سطحی که می توانم است. تلاشم در پیدا کردن راه حل هایی است که با آنها بتوانیم تمرکز قدیمی خود روی مسائل ذهنی، اجتماعی، سیاسی را تبدیل به تمرکز روی مسائل عملی، صنعتی، اقتصادی بکنیم تا بتوانیم به دنیای خود چاره سازان امروز به دنیای خود چاره سازان امروز پیوسته و جامعه و فرزندان خود را برای رقابت در این دنیا پر از چالش آماده کنیم. امیدوارم موفق بشید و خبر موفقیت هاتون هم روز به روز ما بگید. امیدواریم این صفحه بسته نشه، دیگران هم به شما بپیوندن. ولی دوستان از نوشتن چیزای طولانی خودداری کنید. از زمان نوشتن کوتاه سریع مردم حوصله ندارن. مردم همشون فکر میکنن فردا میخوان بمیرن، میخوان هر چیز هست امروز بخونن، ببینن، بشنون. مزمی کوتاه، مفید، مختصر. به همین خاطر اجازم بدید منم برنامه‌مو کوتاه کنم. چیه 2 ساعت من میشنم اینجا، شما میشنید اونجا، هی میرید توالت میان، هی میگید این هنوز داره حرف میزنه. وپوکی سوربی، وپوکی یعنی به شیرازی منفجر بشی، خفه بشی، چقدر حرف میزنی. احتمالاً شاولایا بیشتر نفرین میکنن و هنوز نفهمیدن که خدا نه به دعای شما گوش داد شاه رو جاویدان کنه، نه به نفرینتون گوش داد من رو خفه کنه. برید یه چیز دیگه پیدا کنید، برید دنبال آقا رضا پهلوی، باباش سایه شاه بود، این یه چیز دیگه شاه خداست، اون سایه خدا بود، این یه چیز دیگه خداست. برید اینو دستاویز بشید بهش، آویزون بشید به فلان خدا، شاید این بتونه براتون کاری بکنه. تولد شاه هم مبارک. چه جوابی. زمانی که استالین فوت کرد، خروشوف جانشین او در کنگره حزب کمونیست شروع به بازگویی جنایات استالین کرد. همه حاضرین تعجب کرده بودند که چگونه یک رهبر از رهبر پیشین اینچنین تند انتقاد میکنند. در حین سخنرانی که سالن مملو از جمعیت بود، ناگهان فردی خطاب به خروشوف فریاد زد: پس تو آن زمان کجا بودی؟ سالن ساکت شد. خروشوف رو به جمعیت گفت: چه کسی این سوال را پرسید؟ چه کسی پرسید؟ هیچ کس جواب نداد. دوباره گفت: کسی که این سوال را کرد بایستد. هیچ کس نایستاد. هیچ کس بلند نشد. خروشوف در حالی که لبخند بر لب داشت گفت: در آن زمان من جای تو نشسته بودم. چه متن جالبی، همه ما اکنون به جای آن شخص نشسته ایم. آفرین به آقای علی زرابی. و اما اسد این تهران، میدونید که اسد رفت روسیه و اینجا نوشته بشار اسد یک شنبه راهی تهران میشود. حالا من نمیدونم اینم از این خبرهای 13 به در چی میگفتن بهش، میگفتن دروغ 13، همین اپریل فول، اول اپریل 13 به در خودمون میشه دیگه تقریبا، درسته؟ اینجا هم دروغ میگن به هم دیگه.
بشار اسد یک شنبه راهی تهران می شود. الحیات نوشت روسیه، آمریکا، عربستان و ترکیه درباره آینده سوریه گفتگو می کنند. به گزارش پایگاه خبری تیک یا نیک تیک TIK اینجا روزنامه الحیات چاپ لندن در گزارش از 60 امروز وین نوشت جان کری، سرگی لاروف، این مال کیه؟ آبان، بله، یکم آبان 1394. در صورت من خبری بعد از این نشنیدم که اسد رفته باشه ایران. اگه شما چیزی شنیدید لطف کنید برای من بفرستید. و اما اپولوژی یعنی عذرخواستن. بعضی ها میگن که آقای تونی بلر عذرخواهی کرده، گفته من در رابطه با این جنگ هایی که در میدل ایست در خاورمیانه شروع شده من اشتباه کردم و پوزش میخوام. ولی دوست دیگم اون آقای جاوید شهافر از استرالیا نوشته بود این خبر رو فوری برداشتن. بعد عکس آقای تونی بلر، عکس پدر جورج بوش، بنجا میگنش جورج بوش بزرگ یا سینیور یا جورج بوش کوچیک که مغزش هم واقعا کوچیکه، انداخته بود و نوشته بود این ستا جنایاتی کردن و امروز هم به اصطلاح جوابگو نیستن. چه جوابی بهتر؟ شما این جورج بوش پدر رو ببینید روی صندلی چرخداری، گردنش هم میبندن، میاد یه توپ میدن دستش، یا یه توپ بیسبال اینجوری میگن اینو پرت کن. کسی که تا 90 سالگی و 80 سالگی از هواپیما میپرید و افتخارش این بود که خانواده خیلی سالمی هستن، اصلا جن اینا بهتر از دیگرانه، میدونی اینا اصلشون باز برمیگرده همه یهودی هستن، صهیونیستن، یهودی خوبه. anyway حالا میارنش وسط میدون اینجوری اینجوری توپ میندازه، همه هم براش دست میزنه، توپ ما رفت زد چیزامون هنبا. خب مگه اینجا سیرکه اینه؟ ما اشاره در میاد میخواهیم، ما میخواهیم زندگی کنیم گور بابای نظام و رهبر. امام جمعه مشهد گفته خطری که امروز نظام و اسلام را تهدید میکنند این است که خدای ناکرده یک روزی مردم از این طرف به آن طرف برگردن. به گزارش دیگر بان آخوند احمد علم الهدا افزوده اگر بنا شد خدای نکرده روزی در نظام و مردم ما این موضوع که ما میخواهیم زندگی کنیم و کاری به نظام، انقلاب و ولایت نداریم و باید به غرب و آمریکا وابسته بشویم، آن روز روزی است که مردم ما به لشکر عمر سعد در آمدن. به گفته وی تحریم ها اقتصاد ما را به این دلیل نشانه گرفته است تا این مطلب را در مردم جای بیندازد که اگر میخواهید زندگی کنید باید از ولایت، نظام و رهبری دست بردارید. علم الهدا خطاب به مردم گفته لااقل سعی کنیم اگر در لشکر امام حسین نیستیم جزء لشکر عمر ابن سعد هم نباشیم و نگوییم به سر انقلاب، نظام و رهبری هرچه بیاید و ما میخواهیم زندگی کنیم. ترس یواش یواش دوزاریشون داره میفته. آقا اگه این ولی فقیه با خدا رابطه داره، شما چرا نگرانی که مردم مثلا دیگه به این کاری نداشته باشن؟ این که رابطهش با خداست، ولش کن خوش باشه. خب و اما این آقای ابوالبکریه، چیه این؟ ابوالبکر بغدادی، بذارید بیارم براتون که اینام تا حالا از بس گفتن این رهبر اولش کشته شد، رهبر دومش کشته شد، رهبر سومش کشته شد، ما خفه شدیم نمیفهمیم که اینا چی بودن که حالا این همه رهبرشون کشته شده هنوز هم ادامه داره. سازمان سیا آمبولانس و درمان رهبر داعش را به عهده گرفت. رهبر داعش ابوبکر البغدادی در بیمارستانی در ترکیه تحت معالجه است. گفته می شود که مسئولیت حمله وی به بیمارستان را سازمان سیای آمریکا به عهده گرفته است. تلویزیون عرب زبان المنار بدون نام بردن از منابع خبری می گوید که سازمان سیای آمریکا با توافق با سرویس های اطلاعاتی ترکیه تصمیم گرفت تا البغدادی را به ترکیه ببرند. این منابع همچنین میگویند که دو نفر از همراهان البغدادی که آنها هم در زمان حمله به کاروان نظامی رهبر سازمان تروریستی آیسیس زخمی گردیدند توسط نیروهای عراقی دستگیر شدند. ارتش عراق اعلام کرده که نیروی هوایی عراق کاروان نظامی البغدادی را در حالی بمباران کرده که او در راه به سوی کربلا بوده تا در یک جلسه با فرماندهان دولت اسلامی شرکت کند.
25 تروریست دیگر داعش که البغدادی را همراهی می‌کردند در اثر بمباران هوایی کشته شدند. کربلا منطقه وسیعی است در غرب استان الانبار و در نزدیکی مرز سوریه قرار دارد. طبق گزارش هیئت تحریریه Veterans Today، منابعی در سازمان سیا گفتند که البغدادی با مجوز پزشکان ترک در انتظار انتقال به مرکز پزشکی بتزدا متعلق به نیروی درمانی برای درمان است. البغدادی در حال حاضر تحت تعقیب ترین تروریست دنیاست. منبع خبر به زبان آلمانی اینجاست، برگرداند از آلمانی به پارسی این ه. خیلی هم خوب، طرف از ترجمه خبر میترسه، اسمش رو نمی‌نویسه، ولی اینها فعالان سیاسی هستند. در صورت این ماجرای البغدادی و اینها، اینا میدونید که خود این اصلا از زندان شد رهبر قبلی آیسیس یا آیسیل، اینم اسمش انقدر عوض میکنن، ولی سوریه روسیه واقعا یه تو دهنی به آمریکا زد، گفت بابا تو میگی من آب تو کره مریخ رو میبینم، چجوری این لشکر 150 تا ماشین نو تویوتا رو نمیبینی؟ چرا از کمپانی تویوتا نمیپرسی کدام یک از این دیلرها؟ شما یه ماشینی خریدی 10 سال پیش، دادیش به پسرت، پسرتم زده داغونش کرده یا فروختتش به دوستت، برای شما هنوز نامه میاد که آقا این ماشین هوندا با این ون نمبر سریال نمبر صندلی جلوش ممکنه وقتی ترمز میزنی تکون بخوره. اون وقت چجوری یه دفعه 150 تا ماشین نو تویوتا توی دشت و کویر صحرا که همه چی پیدا دارن برای خودشون میرن و آمریکا خبر نداره؟ دروغ میگن، درست عین کمپوزیسیون ما که دروغ میگه. کمپوزیسیون ما تو زندان ایرانه، با همه رادیو تلویزیون ها مصاحبه میکنه، بعدم میگه البته که وقتی مصاحبه کنید با رادیو تلویزیون ها خیلی خوب میشه، همچین که خودش میاد بیرون داداش بیچارهش میگیرن اونجا میندازن و میزنن، بعد میگه کشته شد و مرد و فلان. آقا تو که گفتی خوبه مصاحبه کنی. سرگذشت خانواده دکتر مصدق واقعا این ماجرا غم انگیزه که در رابطه با زندگی دخترش در یک آسایشگاهی صحبت میکنه و اینها. نمیدونم هنوز دختر ایشون زنده است یا نه، ولی قبلا من این رو خونده بودم. خب آقای لاریجانی میگه که دوستان این رو بخونید، ببخشید ولی من مجبورم چون تنم میلرزه از این پیام بخونم. از پدر پرسیدم برای چی انقلاب کردید، پاسخ داد برای اسلام. گفتم مگه اون وقتها نماز نمیخوندی؟ این دوباره از همین دوستان شاه اللهیه. من فکر نمیکنم اگه از کسی شما بپرسی برای چی انقلاب کرده باشی، اون بیاد بگه برای اسلام. توی ایران اسلام، ما شاه اسلام پناه داشتیم، تیمسار میرفت کلنگ میزد محفل باهایا رو خراب میکرد، چی داری میگی دیگه؟ از این اسلام بهتر؟ مردم برای آزادی های سیاسی انقلاب کردن. حالا چون کسی که این رو میگه میخواد دوباره من و شما رو ببر، آقا دیدی پدر شاهی پل ساخت، دیدی آقا نمیدونم راه آهن از جنوب تا شمال ساختن که این نیروها برن پدر فلانی رو در بیارن، میخواد اونجا بره. حالا آقای آریانپور جواب داده، میگه لابد خواهید گفت این را همه میدانن. اگه همه میدانن پس چرا قدمی برای اصلاحش بر نمیدارید؟ لابد منتظرید یکی دیگر این کار را انجام دهد و بنابر مثل معروف سری که درد نمی کند چرا دستمال ببندیم، بیحالی و بیغیرتی خودتان را به گردن دیگران می اندازید. و اما بریم یه شعری از ایرج میرزا بخونیم، اگر بتونم این رو به اصطلاح براتون درست بخونم، چون بعضی وقتا این شعرهای خیلی ساده هم میبینی یه تریکایی داره که مشکله، یا یه کلمهی مخصوصا در زبان فارسی همونجور که دکتر عقیلی پور توضیح داده بود، چون ا ا او جز به نوشتنمون نیست، ما یه چیزی رو ممکنه غلط بخونیم یا غلط معلممون یادمون داده باشه یا اصلا هیچ کسی نگفته باشه، بعد یه کلمه رو خودمون میبینیم فکر کنیم فارسی بلدیم، تلفظ میکنیم غلط. هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند
غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردن، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ زرندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از قفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانی، دریغا این همه لالایی برای خوابوندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. دوستان برای من بنویسید ایرج میرزا تو چه زمانی زندگی کرده، تو چه سالهای زندگی کرده، چرا این شاعر این شعر رو گفته، چرا ما ملتی هستیم که یه قرن میگذره فرخی یزدی، نمیدونم شاعرهای دیگه راجب بدی دولت، راجب دوزی دولت میگن، شاعرهای بعدی راجب دوزی دولت میگن، الان شاعرها راجب دوزی دولت میگن، ولی من و تو ملت ناآگاه میشینیم و میگیم بیا آقا به ما دروغ بگو، دروغای خوب بگو. آقای مهرداد هوادار مجاهد از کالیفرنیا به من میگه آقای سربی شما چرا یکم فوش نمیدی به آخوندا؟ میگم عذر میخوام. شما و تلویزیون آزادی این همه فوش دادید به آخوندا، چه غلطی کردید، ببخشید چه شکری خوردید، چه تاج گلی به سر خودتون زدید که من هم حالا از صبح بیام فوش بده. آقا فوش. خب که چی؟ بهش میگم شما بیا برنامه بگی فوش بده و ببین مردم بهت فوش نمیدن، بگن آقا مردک ما رو مسخره کردی. خب این چیزایی که ما میدونیم که کارمون خیلی خرابه. بله اون دوستمون که آهان میخوام براتون بخونم، اون شاعر نویسنده و شاعری که گفتم به من گفته اسممو نگو، در دوم فروردین 1304 با بهار سبز شدم، به یاد دارم هنوز بیشتر از پنج شش سال نداشتم که غروبها هوس پیدا کردن خانه خورشید به سرم میزد. غروب که میشد چند دقیقه‌ای به سمت مغرب حرکت میکردم، اما تاریک شدن هوا و ترس گم شدن عزم سفر را از پاهایم میگرفت. وارد اول دبستان که شدم در همون اولین روز معلم حروف الفبا را به عنوان سرمشق نوشت تا فردا بنویسم و برایش بیاورم. به خانه که رسیدم به مادرم گفتم من نمیتونم این مرد اینها را بنویسم. مادرم با اعتماد کامل گفت من برایت مینویسم و نوشت فردا که معلم مشق ها را و نوشت فردا که معلم مشق ها را دید دستی به پشتم زد و گفت آفرین خیلی خوب نوشتید، و من شبهای دیگر نوشتم. بعدها که خاطره اینها در ذهنم مانده بود بارها خندیدم که نه مادر من سواد داشت و نه معلم فهمیده بود چه کسی این مشق ها را نوشته، و به هر دو آفرین گفتم، چرا که خودم هم معلم شده بودم. در دبیرستان در امتحان جغرافی به جای جواب دادن به پرسش ها این را نوشتم: اگر اینجا نکشد درد و یا تنهایی، اگر اینجا نشوم کشته زپه فردایی، روزنی خواهم یافت. و درود بر روان آن معلم که نمره 20 را نصیبم کرد. اگه برنامه من از اول دیدید من راجع به این شاعر صحبت کردم. آقا اصلا این چیزایی که شما میگی چون همش به نفع شما بوده شما داری ازش تعریف میکنی، هیچ جای تعریف نداره. معلم جغرافیا با به شما میداد 7 میداد 10، یعنی شعورت رو قبول میکرد، ولی شعر جای جغرافی که نباید بگیره، باید شما رو قبول میکرد بری، ولی بهت میگفت پسرم دفعه دیگه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. سر کلاس انشا بگو شعر بخون، سر کلاس جغرافی بیا جغرافی بگو. حالا شما، من پیشنهاد میکنم بیا آمریکا یه دو تا فوش با خوندا بده، یه مدت برو زندان بعد بیا آمریکا، یا میری تو وایس آف آمریکا کار میکنی یا بیکار میشی میای کانون دوستداران فرهنگ ایران. اینجا عاشق شما هستن، هر کی هر صحبتی اومد کرد از پشکل تا بمب اتم شما دست بلند کن 3 دقیقه شعر بگو. ما یه شب رفتیم اونجا دیدیم گفتن هر کی میخواد چیزی بنویسه، دیدیم اسم نوشتن و اینها، نشستیم گفتیم حالا این آقا صحبت کرده، این شاعر میاد راجع به صحبت‌های ایشون
سوال میکنه، پرسش میکنه یا نظر میده و چقدر خوب میشه اون مصاحبه شونده، اینم شاعر دیگه شعور ما میره بالا. آمد گفت ای دل اگر عاشقی عاشق دلدار باش. ما گفتیم بله. گفت این چی گفت؟ این شعری که از قبل نوشته بود تو جیبش گذاشته بود، یعنی یعنی مهم نیست که این آقا سخنران چی گفت، این اومده بود شعر بخونه. بعد گفتم بله، توی کانون انقدر آزادی داریم که هر کسی 3 دقیقه میتونه بیاد هر چی میخواد بگه. حالا فکرشو بکنید، من برم تو کانون دوستداران فرهنگ ایران بشینم اسم بنویسم، هر کی میاد مثلا طرف میاد راجع به حقوق زنان صحبت کنه، بعد من 3 دقیقه وقت دارم دیگه، برم به اونجا نوبت من که شد گفتن سربی بیاد پشت میکروفون، ما همه عقده‌ای بشینم میکروفون بگیرم دستم بگم دوستت دارم میدونی که من که این کار دله، این مسخره نیست؟ چه تفاوتی بین این شعری که من خوندم با آهنگ با اون شعر اون شاعره که هیچ ربطی به صحبتهای اون نداره؟ کارمون خیلی خرابه، باید برنامه رو ما اصلا عوض کنیم. سربی با مردم چیه؟ همین کارمون خیلی خرابه که هر کی هم هرچی گفت بگم آقا من که گفتم کارمون منم جزء شما هستم. آقای شاعر ناراحت نشی، یا کارمون خیلی خرابه. من از سال 2003 تا حالا دارم فریاد میزنم، بعد از اینکه از 98 تا 2003 با شما ایرانیا بودم فهمیدم بابا بیچاره شاه، بابا گروه پدر اینها، ما کارمون خرابه. نوشتم کارمون خیلی خرابه، ایرج هر جا هست سلامت باشه. گوهای سربی این نوشته رو باید با طلا بنویسی، کار ما خیلی خرابه یا کارمون خیلی خرابه. اینم از این براتون خوندم. بله. و اما دستگاه های ارائه داستان رایگان مقامات شهر گرنوبل که در قلب منطقه کوهستانی آلپ فرانسه قرار دارد با همکاری انتشارات شورت ادیشن که ایده کار را ارائه دادن برای ترغیب مردم. ببینید دوستان، تو کشور فرانسه برای ترغیب مردم به خوندن میان چه کار میکنن، اون وقت ما چه کار میکنیم؟ نوشته که برای که اینها بخونن و بیشتر دور بشن از تلفن‌های همراه و اینها، یه دستگاهی رو درست کردن به ابعاد 60 سانتی متر که یه کاغذ شما میگیری ازش، مجانی هم هست. این کاغذ رو میبینید از دستگاه پرینت میشه و شما تو قطار، تو ماشین خودتون رانندگی میکنید، نه میخونید. ببینید اینا کجا هستن، ما کجا هستیم. اینایی که هر روز کتاب مینویسن و هر روز کتاب میخرن و هر روز کتاب میخونن، باز این چیزا رو هم درست میکنن، ماها که هممون ماشاءالله از روز اول علامه به دنیا آمدید. I have a feeling as your TV now is used to humiliate Iranian, no more pragmatism, no more hope, always negative idea. Very good رضا جان. Very good. تازه شما فهمیدی که آقا یه نفر داره میاد آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آقا رضا سربی شکستن خطاست. شما که بیننده تلویزیون ما بودی، این همه چیزهای خوب گفتیم، این همه امید به شما دادیم، شما چه کردی برای این تلویزیون؟ کدوم باتری خریدی گذاشتی تو بلنگوش که صداش زیادتر بشه؟ برای کدوم دوستت فرستادی که آقا امروز صبح این دیوانه میاد صحبت میکنه یا اون دانشمند میاد صحبت میکنه؟ ها با شما چه خیری دیدیم که بی شما اون خیر رو ببینیم یا خیر رو نبینیم دیگه؟ کارمون خراب رضا جون. و چقدر به موقع، ساعت 3:17 این دوستمون اینو فرستاده، امیدوارم هنوز هم اینجا باشه که نوشتش خوندیم ببینه. بله. Apology is confirmation or acceptance of an act or speech mostly criminal punished by penal law. من اصلا نمیفهمم شما در رابطه با عذرخواهی چیز میگید، عذرخواهی تونی بلر میگید. دوست عزیز شما که دانشمندی، بنویس در رابطه با چی صحبت میکنی. من نوشتم برنامه سربی امروز ساعت 2 بعد از ظهر میشه پخش میشه، شما ساعت 3:34 یعنی 10 دقیقه پیش برای من یه چیزی نوشتی که اصلا من ربطش نمیفهمم. یعنی خداییش
شما هم همون عین شعر دوست دارم میدونی که این کار دله، وسط صحبت اون مثلا خانمی که دعوت شده بیاد راجع به حقوق زنان، یا زندانی سیاسی که تجاوز شده حالا داره صحبت میکنه و همه گریه میکنن، بعد اون شاعرم میاد یک کاغذم از جیبش میاره، آوری به اتفاق جهان میتوان گرفت. رضا جان کار شما خرابه، اگه کار شما خرابه میای تو کلاب ما، تو کلوب ما، تو باشگاه ما، کارمون خیلی خرابه. ممنونم از یکایی که شما دوستان عزیز، امروز دوشنبه است، ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد، حسن اجلالی کارشناس ارشد هستیم از نزدیکی های وایت هاوس. من اینجوری که اشاره میکنم واقعا در این جهت، شما اگر 45 دقیقه دوچرخ سواری کنی میرسی وایت هاوس، میرسی به کاخ سفید. اگه با ماشین بری ترافیک نباشه 20 دقیقه 22 دقیقه میرسی به وایت هاوس. آقای اجلالی نزدیک اونجاست و هم معمولا روزای چیزم همش میره تو واشنگتن و اینها. بله، دوشنبه 4 آبان 1394 آقای مسعود سهیلی برای همسرش که هفته پیش فوت کرد و پریروز شنبه به اصطلاح مراسم فیونرال یا کفن و دفن بود، شعری گفتن. ایشون هم شاعر هستن، نوشتن رفتن او حدیث مهر در قدرت شعر و بیان نیست، میگویمت ولی راز دلم عیان نیست. نپرس کی رفته است و چه خواهد شد، چو ذکر رفتنش در گروه زبان نیست. بس کن ابرام زیادی ای ناصح کلان، بیدادگری که به مدت و زمان نیست. آوخ ببین که سیل عشق چه می کند، خون دلم قطره‌ای ز این و آن نیست. او که نهفته شد درون مشتی خاک، تک بود و مثالش در این جهان نیست. گویند عمر ما کوتاه سفریست به روزگار، دل نازکم نفهمد چرا که در میان نیست. ممنونم از شما و این شعر رو هم به عنوان حسن ختام. خب قبلا هم گفته بودم که من خانم آنیک سهیلی رو یک بار در نیویورک دیده بودم، ولی همون یک بار ایشون با مهر و محبتش و با اون قیافه مادرانه یا خواهرانه، قیافه زن ایرانی، لطفی که کرد و با من صحبت کرد، همیشه قیافه ایشون در نظرم هست. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. اگر در منطقه کالیفرنیا، لس آنجلس هستید و کارهای تعمیرات و ساختمانی و اینها دارید، حتما از خدمات پتروس هندیمن استفاده کنید. یک کاغذ دیگه هم برای من فرستاده که نوشته هیچ کاری انقدر بزرگ نیست که ما نتونیم انجام بدیم، هیچ کاری انقدر کوچیک نیست که ما بگیم انجام نمیدیم. از قفل در، راستی قفل در دوستان، ما یه ماشینی داریم، این در عقبش رو صاحب قبلیش برای بچه ها قفل کرده. من یادمه که پیکانم اینجوری بود، یه درش باز کردی، یه دکمه رو میزدی، بعد که میبستیش دیگه بچه نمیتونست از داخل باز کنه، ولی قولک میتونست از بیرون بازش کنه. این ماشین ما از بیرونم باز نمیشه، یه چیزی شکسته یا چیه؟ اگه بلدید ما رو راهنمایی کنید. خب اکورا 2001 مال عهد شاه سلطان حسین یا مظفرالدین شاه، 161,000 مایل روشه، 15 سالم قدمتشه. حالا در عقبش باز نمیشه، حالا باز نشه، سه تا در داری، از یکی از اونا برو داخل. خب دوستان عزیز، باز هم ممنون که با ما بودید و بارها گفتم دلیلی که شما این تلویزیون و این برنامه رو نگاه میکنید هیچ چیزی نیست به غیر از این خط شعر. دیوانه که دیوانه ببیند خوشش آید. مرسی.